همراه خود عکس بگیرند. این حضور شامل مکان‌های مذهبی نیز می‌شد. همچنین دستور داشت برای عادی جلوه دادن رفت و آمدها تمام ترددها و سفرهایش را با تاکسی‌های اینترنتی انجام دهد و هیچ گونه تماسی را از خطوط مخابراتی ایران با خارج از کشور برقرار نکند. به او گفته شده بود سفرهایش به سرزمین‌های اشغالی و یا هر گونه ارتباط با سکیونیستا را پنهان نگه دارد. او برای نفوذ در جامعه هدف خود را به امور مذهبی علاقمند نشان می‌داد، به طوری که در یک بازه زمانی مشخص حضور گسترده‌ای در اماکن و مراسمات مذهبی داشته است. او پس از بازداشت و تفهیم اتهام به جرم جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دستگاه قضایی تنها برای یکی از عناوین اتهامی خود به تحمل 10 سال حبس محکوم شد.